من وظیفه خودم میدونم بگم که این بچه هایی که زحمت کشیدن و محلا رو تولید کردن، همین بچه های استدیو قرن جدید، دونه دونه شون آدم های حرفه‌ای هستند تو عالم رسانه و ساخت برنامه محلا رو یه نوع نوکری میدونن. یعنی تو طول سال کاراشون رو میکنن، وقتی به محرم میرسه هر کی یه جوری نوکری میکنه و اینا نوکریشون رو تو ساختن این برنامه میسازن. من خیلی خوشحالم که تو محلا کلی دوست امام حسینی پیدا کردم و باید ازشون تشکر کنم. با یه آدمی مثل من کار کردن خیلی سخته، یعنی چون چیزی هم ندارم، نه پتانسیلی نه استعدادی، ولی اینا خیلی منو تحمل کردن. تشکر میکنم ازشون. شما هم در حق این دوستان من دعا بکنید. روزگار سخته، بالاخره هممون یه جوری گرفتاریم. من به دعا خیلی اعتقاد دارم. در حق هم دعا کنید، برای بچه های محلا دعا بکنید و بازم عرض بکنم دست تک تکشون رو من میبوسم و از خدا میخوام که تا عمره هر جا هستن، هر کاری انجام میدن، نوکر امام حسین باشه. الهی آمدم بر درگهت بهر گدایی، کرم کن از کمند مسیحیت یا نهادم با دلی بشکست سر بر آستانت که با سوز نوا خوانم حدیث بی نوایی. ندارد دل قراری، ندارم جست و یاری، بگیر از دستم ای دوست که ما را غم گساری. امشب زیر خیمه محلا دوتا مهمون خیلی خیلی عزیز و بزرگوار تاج سر داریم که منت گذاشتن سر من حقیر و تشریف آوردن. استاد بزرگوارم تاج سرمون حضرت آسد عداوای خجسته و استاد بزرگوار از مفاخر ایران حضرت آقای ساعد باقری، و خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردین و سلام عرض میکنم خدمتتون. و علیک السلام. برای ما هم افتخاریه در خدمت آسد علاقا، واقعا از همون دوره نوجوانی کل خاطره داریم از آسد علاقا. الحمدلله. و خیلی خوشحال شدم وقتی زیارتشون کردم اینجا. ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید. ما فرصت عرض ارادت به یکی از محبان و خالص اهل بیت رو داشته باشیم. ما اینجا روزه داریم، واقعا بحثمون این شبا
این بوده که بشینیم. من که هر شب یاد گرفتم و امشب میدونم که بیشتر میتونم استفاده بکنم و فرصت و غنیمت میشمارم. خیمه خیمه امام حسینه و حرف دیگه ای هم به غیر از امام حسین نداریم و ماه محرم. فقط سوال اول رو بکنم و سکوت کنم که محرم ها از کی شروع شد برای شما و کی و چه حالی و دوران کودکی و بفرمی؟ خواهش بکنم. خواهش بکنم. تازه میکنم. خواهش نمیشه آخه. چشم گفت. من باب اطاعت امر بزرگتر. یک هیئتی من متولد سال 39 هم. خدا حفظتون. یک هیئتی توی نازی آباد تهران که من اونجا متولد شدم، بزرگ شدم، تا حوالی 35-6 سالگی هم همونجا ساکن بودم، خونه پدریمون در نازی آباد تهران، از سال 37 تأسیس شده بود، 2 سال قبل از تولد من، با اسم هیئت جان نثاران حضرت ولیعصر. دیگه ما از 3-4-5 سالگی توی این هیئت بودیم دیگه. افزون بر این هیئت البته اون مسجد، مسجد رسول بازار دوم هم نقش داشت در تربیت ما. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. به پدر گاهی میگفتم شما هم که دست ما رو گرفتی بردی گذاشتی دست مرحوم حاج آقای دشتیانه و درس قرآن و همین جلسات ذکر کرامت های معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و خلاصه هرچی مربوط است به حوزه معرفت. چیزی که از بچگی یاد من میاد راستش، خب از 8-9 سالگی تو اون هیئت نوه خون اون هیئت بودم، تا هنوز ادامه داره الحمدلله رب العالمین، قطع نشده. بچه های بازار دوم و نازی آباد میدونم مثلا ظهر عاشورا روی اون چهارپایه و بعض وقتا هم بعض سیاه اگه من یادم بره اونا یادآوری میکنن که مثلا آندم بریدم من از حسین دل رو حتما بخون، یا مثلا رو میکند به میدان آرام جان زینب، محلا 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 آرام یبن الزهر، اونا یادآوری میکنن به ما. همینجا یه پرانتز باز بکنم بگم چه اسم برنامه‌تون قشنگه، چقدر اسم زیباییه. حالا ضمن اینکه یه تلمیحی داره به داستان ودا محلا، در این حال مفهوم درنگ داره دیگه. این که ما یه ذره تأملم بکنیم اینا رو، آسون که واقعا به دست نیاوردیم. که جهان هم یه جهانی است که سراسر آدم احساس بیپناهی میکنه و تو این احساس بیپناهی ها خب یه چیزایی از رگ و ریشمونه واقعا و نگهمون میداره. چیزی که من یادم میاد از بچگی این بود که هر موقع این دستجات سینه زنی رو میدیدم، انگار این تصویر رو داشتم تو همون سینه بچگی، انگار اینها رفتن یه صحنه ای رو دیدن، ماجرایی رو زنده دیدن و اومدن دارن برای ماها نقل میکنن. حال احوال اون آدم هم تو حال هوای سینه زنی یه چیز این شکلی بود. جناب پویان فر حضرت آسداد آقا، عرض کنم خدمتتون که اون شیوه کهنه که ما دو دسته سینه زنی داشتیم، یه دسته جلو یه دسته عقب، بعد دسته اول که میخونن دسته دوم در حال حرکتن، بعد دسته دوم موقع که میخونن دسته اول راه میفته، از منظر خود هنر نمایش هم واقعا یکی از شاید بگم آوانگاردترین شکل‌های اجراست. شما تصور کنید یه صحنه‌ای به وسعت خیابون‌های شهر، اونهایی که دارن میخونن دیالوگ دارن میگن، الان از زبان علی اکبر میخونن، نیم ساعت دیگهش داره از زبان امام حسین میخونه، نیم ساعت دیگهش از قول حضرت زینب داره میخونه، بیننده و تماشاچی در هم در آمیخته، خود کسی که داره میخونه بعد از دقایقی شنونده است. یعنی این صحنه عجیبیه، وسعت میلیونی. شما تصور بفهمید جای دنیا من فکر نمیکنم چنین صحنه ای با موازین هنریش عرض میکنم ها، فکر نمیکنم سابقه داشته باشه. حتی اون به قول امروزی ها نمیخوام اصطلاحش، میزانسن کار، اینکه دسته اول هر داره میخونه دسته دوم حرکت میکنه که صداها به هم برسه، اون قسمت ترجی گم نکنن تو اون شلوغی های گاهی وقتا تو میدونگاه های اصلی، بر رسم و ترتیب و آدابی که بود دیگه. میخوام بگم اون شیوه ها ان شاء الله حفظ بشه، حتما ما احتیاج داریم به تنوع، جلوتر رفتن، ارتباط بیشتر با نسل جوان. و ولی نوآوری همیشه هرگاه بر پایه سنت بوده، پاسخهای
مثبت و مناسب خودش رو دریافت کرده. به گمان من از نعمت‌های بزرگ خداوند در حق ماها که الحمدلله این قبل انگار قبل از تولد اصلا این مهر الحمدلله فروزان شده. و البته باید خدا رو شاکر باشم که بعدن خود توفیق مواجهه با متن‌ها، مواجهه جدیتر با متن‌ها و یه خود خوب این ارتباط قطعا تعمیق کرد. ما البته باید بیشتر از حاصل عدقا بشنویم، اونا جالب. حاصل عدقا در هر مجلسی بوده، حالا من تو مجالس آذربایجانی ها بیشتر زیارتشون کردم، ضمن اینکه خیلی زیبا میخوانند، ارتباط برقرار میکنند با مخاطب، روزخوانی های خیلی، من کار سوس نشنیدم ازشون. یه خودم چیزم و من دیرپسندم هستم و ضمنن به این آسونی ها شاید چیز نشم، ضمن این یه مستمع خوبی هم هستم. برای اینکه شما صاحب سخن انتظار داره کرشمه های سخنشو دریابن. من گاهی وقتا وقتی مثلا میرفتیم یه موقعی حسینیه مثلا صبح تا سوا طرف که میخوند اگر یه ظریفه ای در مطلب بود زود صورتم رو برمیگردونم ببینم عکس العمل آسد هداغا چجوریه، برای اینکه میدونستم ایشون دقیقه یابه، نکته یابه. خیلی خوشحال شدم در محضرشون بودم امروز. من هم خوشحالم و خوشبختم از حضرت استاد سعد باقری، از خود جناب عالی، از عزیز دلم نور چشمم که علاقه قلبی دارم، دعاگوی شما هستم، شما و مجالستان. قبل از آنچه عرضم به حضورتون صحبت بکنم، از صحبت های جناب عالی یه غزلی یادم افتاد. بله، اونا این بود که خیلی قشنگ گفته که خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، خانمان سوز بود آتش آهی گاهی، ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی. جر مقدر بشود سلک سلاطین پوید. چی؟ جر مقدر بشود سلک سلاطین پوید، سالک بی خبر خفته به راهی گاهی. 60 سال رفت آمد کردم به مجالس ابا عبدالله. یه نفر یه جرقه میخوره بهش، به کوشش توجه میکنی، یه مرتب تو راه نبوده با یه مجلس امام حسین میاد تو راه. شما هم میشناسید، ما هم میشناسید. من خودم میگم در جا زدم یا پس رفتم. تازه سرید آقا. در مقدر بشود سلک سلاطین پوید، سالک بی خبر خفته به راهی گاهی. قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود، به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی. دارم امید چه با جریه دلش نرم شود. دارم امید چه با جریه دلش نرم شود. بحر طوفان زده سنجیست پناهی گاهی. همونطور که حضرت استاد فرمودن، بندم فکر میکنم 4-5 سال بیشتر نداشتم، تبریز بودیم و پدرم مدیر هیئت دلریش تبریز بود که الان 180 سال اونجا قدمت داشت. با پدرم ماه مبارک رمضان، ایام عزاداری ابا عبدالله حسین محرم میرفتیم و تو بازار میرفتیم، روزه تمام میشد، هیئت تو خونه ها تمام میشد، ساعت 10 میخواستیم بریم بازار به جلسات بازار برسیم، به عزاداری ها، سینه زنی ها، عزاداری ها برسیم. اون یکی حیات که میومدم به بازار
به احترام هیئت دلریش تبریز همه با میستادن عقب که این هیئت بیاد بره جلو. توجه فرمود اینقدر با معرفت و با ادب بودن بزرگانشون این جلسه بیاد بره جلو. وقتی می رفتن جلو این یکی جلسات هم پشت سر این ها می اومدن یه عده ارسان خدمت افراد موقر موفق جریه کن. چون من یادم الان بعضی ها بودن وقتی که اش از چشمشون سرازی می شد صورتشون اینجور می کردن به چپ و راست این اش چشم به این ورمون من می بیند. یه قشنگ یادم اون موقع تو بازار که وارد می شدن بلنگو اینا نبود. بلنگو نبود چه هیئت ها با خودشون بلنگو بیارن بازار. 500 نفر تو بازار را افتاده بودن. جریه کن ها اصلا اجازه نمی دادن که مدح اونجا بخونه. مدح خودشون قاطی اینا می شدن. می گفتن ما اینجور نمی دونستیم. خودشون هم قاطی جریه کن ها می شدن. توجه با یه کلمه حسینه داغلار آغلار داشلار آغلار بطول و مرتضا پیغمبر آغلار حسینم باشی اختم یا محمد مگرگارداشی اختم بر حسین کوه ها می گریند و سنگ ها می گریند. در میافتید دیگه اگه مرغان هوا مرغان هوا یادم افتاد نیم حسین سر ندارد یا محمد مگر برادر ندارد یا محمد. همین بیت رو که میفرماین اساسا موقع اجراش حسین باشی اختر یا محمد موقع اجراش من خیال میکنم انگار زنده میدیدند انگار صحنه رو. به خدا داستانه میدید بعضی وقتا کلمات از چیز میفتن. ببخشید وسط صحبت شما از خواهی میکنم. بعضی وقتا بعضی تعابیر اینقدر مصرف میشن انگار از خاصیت میفتن. وقتی شما میگید زنده میبینند چون خیلی موقع این اصطلاح رو ما به کار میگیریم شاید یه تلقی چیز داریم دیگه، یه تلقی ساده ای ازش داریم، ولی آقا میبینن. ببینین من خدمت ایشون عرض میکردم تو حسینیه صبحونه نون و پنیر میدادند، همون حسینیه آذربایجانی، همون هیئت دلریش صبحونه نون و پنیر میدادن. موقعی که داشتن نون و پنیر میخوردن با هم دیگه مثلا این یکی به اون یکی میگفت که وقتی امان نامه آوردن حضرت الفت سر خودش مشغوله یه کاری داشت میکرد، مثلا خجالت انگار میکشه از برادر، مثلا حضرت زینب چه حالی بود چی گفت و اون دیگری پاسخ میداد. آقا احوال اینا یه جوری بود، من میگم زبان حال اگر معنایی داشته باشه که روا باشه تو اینجا هاست، نه اینکه ما با هوا و هوس میگیم، واقعا انگار درهای باز میشه به سمت معانی تو همه هم حوزه های عاطفی بشری که قابل درک هست براشون. در این حال اینو به عنوان یه موضوع تاریخی هم که نمیگه، من خودم هم جاید حساس باشم در این باره که آقا چه چیزی رخ داده چه چیزی رخ نداده، شاید در این باره بارها تو برنامه ها متذکر شده باشم، اما این احوالی که میفرمان خود اون آدم ها گریه کنه یه کار میکردن، مدنه چی بگه چی کار کنه فراتر از احوال دیگرگون اونا، یعنی خودش احساس میکرد حال اینا شعرتر از اون چیزیست که قراره بخونه. مدنه چی کار میکرد قاطی جریه کن ها میشدن مده ها، قاطی جریه کن ها خود همه مده ها هر کنونشون یه هیئتی بودن. توجه میفرمونه چه عجب بودش که خیلی هاشون الان چند تا از اونها هستن توجه، اما همون که یادمه که اینا واقعا آقا امیرالمومنین در اون خطبه متقین که 110 تا فرازه جملاتی فرمودن، من الان که بعض موقع یادم میاد میبینم که اینا خیلی هاشون عامل به این خطبه بودن، اینجوری بودن. چه جوری بودن آقا مدعا؟ بله و هم و نارو کمن قدر آها و هم فی ها معدبون و هم و نارو کمن قدر آها و هم فی ها منعمون. اینا چه سانی بودن؟ اون فرمایش های تو لاکل پایگانی یادم افتاد،
پسرش رو میفرماد چه وقتی که عرضم بود روزه ابی عبدالله شروع میشد، پدرم میفرماد چه عمامه رسمی من بیارید. میگفت ما شما یه خود نحیف شد، اجازه بید عمامه سبک رو بیاریم به شما. میفرمودن روزه اهل بیت در حضور اهل بیت. اون عمامه رسمی می آوردیم بهشون. اونا درک میکردن، میفهمیدن چه خبره. به ما معذرت میخوام، یه خودم میگم، حالا میگم یه جوری دستمون افتاده شد، قدر نمیدونیم. ادبی که باید داشته باشیم نداریم. اونها اونطور که فرمودن، ببخشید باز میخوام از آقا حرف اول ادب میزنه. اونجا پریوز اونجا عرض کردم چه اومدم چه یا رسول الله من دو روز از عمرم بمونه چیکار کنم؟ فرمود یه روزش ادب یاد بگیر. خیلی جوان ها ما رو نگاه میکنن. بله بله، واقعا بگم برای من یه توفیق خیلی بزرگه، خدای شاهده که خدا به توفیق داده و من این کمترین و این روسیا محضر شما دوتا عزیزم میدونم. کلی جوان ما رو میبینم و کلی سوال دارم. منم سعی میکنم این سوالایی که شاید به ذهن اونا برسه اول راه بسیار مقدر رو بسیار. آره بله، برای جوان ها برای من بگید رمز عاقبت به خیری چیه تو این دستگاه؟ این سوالو شخصی اومد از پیامبر سوال کرد، یا رسول الله چیکار کنم عاقبت به خیر بشم؟ حضرت فرمود که سه تا کار بکن عاقبت به خیر میشی. یک، واجبات انجام بده. دو، دنبال مکروهات، دنبال منهیات نباش. سه، در خون دلی بیهود خورده. چندان چه شب و روز شمردم، مردم. آری، همه باخت بود سر تا سر عمر. دستی که به جیسوی تو بردم. این مجالس اهل امام حسینه، مجالس هر چیز در هر رشته ای عرضم به حضور، نفس هر چقدر هر برسه، دستش برسه توجه خودشو، خانوادهشو محتاج این در گفتش که بازم یادم افتاد عرضم به حضور که بگذار تا ز شارع میخانه بگذاریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. هر چی محتاجتر عاقبت به خیرتر. زاهد مکن نصیحت شوریدگان، چه ما با خاک کوی دوست به فردوس منگریم، از جرعه تو خاک زمین در لعل یافت. بیچاره ما چه پیش تو از خاک. گفتم ای دل ما کجا، درگاه سلطانی کجا؟ گفت عرض ناتوانی خود توان دیگریست. بارک الله. گفت عرض ناتوانی خود توان دیگریست. همینه، من لیوان خالی که ببرم پرش میکنم، ولی وقتی لیوان پر بیام، گفت محرومی غفلت عمریست، به چشمم ز نم اشک اثر نیست. خیلی جالبه، خیلی تو گذشته به این حرفو زدن، حرفی که جبران خلیل جبران هم میگه کسی که میتونه به گریه بدبخت نیست. و در یه جای دیگه میگه که
کسی رو که با او زیاد خندیدی ممکنه فراموشش کنه، اما کسی رو که با او گریستی هرگز فراموشش نخواهی کرد. یه عمریست به چشمم زنم عشق اثر نیست. اینو همیشه چیز میاسه، یه جور بدبختی، چشم خشک از عشق رو یه جور از سنگ دلی میگفتن برمت. سنگ هم گاهی منشأ آبه، میشکنه و آب ازش جاری میشه. و نیز میگن که کسی که میتونه گریه کنه بدبخت نیست. مال بیدل، عمریست به چشمم زنم عشق اثر نیست. ای دل تو کجایی که غبارت به نظر نیست؟ محرومی قفلت نظری را چه علاج است؟ خلقی است در این خانه برون در و در نیست. در آستانه آقا هست، یعنی میگه من در میزنم. محرومی قفلت نظری یعنی اینکه آقا لیوان آب کنار دستم، میگم آقا من الان تشنم، آقا دست ببر لیوان. الان همین که این مجالس در اختیارمون، انشالله قدردانش باشیم و بهره بگیریم. و نوع نیکوشو فرمودن، اون ادبی رو که به عنوان شرط میگن، یه بخشش هم همینه دیگه، همین توجه به شناسایی، معرفت، سلوک این بزرگواران که براشون فرمودن که این مجالس برای ما زینته. اما خواستند از ما به عنوان شیعهشون که براشون زینت باشیم. ما کنولنا زینا، برای ما باعث شین و شنعت نباشید. اون چجوری رخ میده؟ چجوری میشه که مثلا امام حسین بگه این شیعه منه؟ چطور ممکنه؟ جز اینکه من مؤدب به آداب باشم. این مؤدب به آداب بودن هم از شناخت و معرفت میاد دیگه. انشالله یه ذره حوصله هامون رو فراختر بکنیم. بر هممون واقعا نیازمنده. من به نظرم الان گمشده خیلی بزرگمونه. ضمن اینکه باید خدا رو شاکر باشیم برای این دلهای شکستنی، دلهای نرم، دلهای رقیق، از خداوند انشالله بخوایم طلب نیازمون به حس نیازمون به معرفت رو، اینکه بدونم من نیازمندم بشناسم، نیازمندم بدونم. همین شناخت رو هم بهمون بدن، خیلی گنج در اختیارمون داریم. خواهیم خلوت بکنیم با امام حسین، چون این حال خوشه مشخص. کدوم اشعار رو زمزمه میکنید؟ دوست مصرع هست. من به دلیل تأثیری که دیدم این دوستات مصرع هیچوقت فراموشم نمیشه. مرحوم سید حسن حسینی، من موقع دفنشون تو تشییع جنازه‌شون اینو عرض کردم. این کتاب گوشک و جبریل رو وصیت کرده بودن که روی سینه‌شون دفن بگذارنشون موقع دفن. سید بزرگوار ترکی بلد نبود. خیلی استعداد زبان یاد گرفتنش بالا بود. انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، بر این عربی که مسلط شد کاملا، چنان که متن ادبی ترجمه می‌کرد. یک روزی به من گفت منو ببر مجلس ترکا. من بردمشون همون نزدیک رادیو دیگه، جارا گلوبندک، مسجد اردبیلی ها، بردم سید اونجا. اتفاقا یادم حضرت قاسم هم میخوندن. یه دفعه یکی از اونا به مناسبتی اشارتی کرد به این که مثلا قبلا زانوی برای حضرت زینب، یعنی انگار تلمیحی، انگار حواله شد واقعا، یه تلمیحی زد به این که زانوی حضرت الفضل یه موقعی برای تو چیز بود وقتی از اسب پایین می آمدی. و یکم این سه مصرع رو خوند که دمیرم بوتلن استون کی نبر دروب آشیدوخ. زبان حال حضرت ابوالفضل خطاب به امام حسین. بعضی وقتا های پویانفر، خصوصا من اینو الان نه از سنی که زبان مادمه، تو شعر ترکی زیاد شما اینجوری که بیشتر از اون کلمات انگار در میاد، یعنی یه کلمات تو ذهن شما شکل میگیره، یعنی یه ترجمه است که ترجمه تحت لفظی، یه ترجمه است که تو ذهن شما شکل میگیره. دمیرم بو تلن استون کی نبر دروب آشیدو، دمیرم گلوم اولید سنلن گوتاخلا شیدو، دیرم اولید بیریر بازما بیراغلا شیدو. نمیگم کاش روی این تله ها رو، این تپه ها رو یه بار دیگه با هم دیگه سیر میکردی. خطاب از ابوالفضل به امام حسین. اصلا در اینکه من دو زبان بلدم باعث شده من دو جلوه و جنبه از حضرت ابوالفضل توی ذهنم. تو شعر ترکی به ادب از ابوالفضل خیلی تاکید میشه. آتام اغله در پدرم هشگروب سن سنگ جلنده من یاتام از ازومه. هیچ وقت دیده بودی وقتی شما جایی باشی من پاهم دراز باشه پیش شما؟
رو این جنب ادب که فرمودن. اینجا میگه دمیرم با تله نسون گینه برد. نمیگم که یک بار دیگر کاش میرفتیم روی این تله ها رو با هم دیگر سیر میکردیم. دمیرم گلو مولیدی سن لنگوزا خلاشه دوخ. اسمشو بعدن سید گذاشته و سنت نمیگویم و میگویم. نمیگم کاش دست در بدن داشتم تا با تو دست در آغوش میشدم. کاش جای بود. به تعبیر من اونجایی که تو ذهنشم اون کامل میشه. برای خواهرم زینب، برای فردا این موقعش، دور از چش این دشمنی‌ها جایی بود گریه میکردیم با این. چنان سید رو منقلب کرد این سه مصرا. آقا ایشون گفت نمیشه اینو باید ترکی رو یاد بگیرم. وقتی من گفتم سید یه بخشای این جمله تو ترجمه نمیرسه، تو ذهن مخاطب میرسه. مخاطب ترکی زبان وقتی اینو میشنوه درک اینو داره دور از چش دشمن. وقتی میگه یه جای دیرم اولیدی بیریر، انگار احساس میکنه آقا مقصود همون دور از چشم دشمن. و سید در ظرف دو سال ترکی رو چنان یاد گرفت که کلمات رو باور بفرمایید صرفا برای اینکه میخواست با مراسی ترکی، با نوحه خوانی های ترکی ارتباط بی واسطه برقرار کنه، ارتباط مستقیم برقرار کنه. و هر چی اینا رو اثر میگذاره، خب معمولا برای ما هم ذکر خلوتامون میشه دیگه. آقای پویان فر عزیز، ما آذری ها معمولا در تهران چه هستیم، آقایون فارسی زبان ها آخرین روزشون رو عرضم به حضور میرن در خانه مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. اما آذری ها آخرین روزشون رو میرن به در خانه آقا ابوالفضل. بله، اون شاعر در رابطه با شیخ کاظم عذری، شیخ کاظم عذری میگه من یه شعری گفتم به حضرت ابوالفضل، گفتم که یوم ابوالفضل استجار به الهدا، یعنی روز عاشورا یه روزی بود چه خود امام حسین هم پناهنده شد. میخوابیدم عالم رویا دیدم آقا عبدالله، دنبالش نگفتم چه بی ادبی که نباید این شعر رو میگفتم. گفتم در حال خواب دیدم حضرت به من فرمود چه عذری چرا دنبال این شعر رو نگفتی. گفتم اشتباه کردم. فرمود نه، روز عاشورا هم خود و هم بچه هم برکت پناه. بعد از 60 سال نوکری کردن برای شما سخت ترین جای کربلا کجاست؟ همه‌شون دونه دونه سخته. اما روزی کوتاه خیلی نمیذارم بخونم. من مثل من جوالت باشم نمیذارم بخونم. صلی الله علیکه آبا عبدالله. چه آبا من خودم فکر نمی کردم انسان ما محرم باشیم. هم در جهان عیان شده قوقا و رستقیز. محرم در خانم زینب عذاب شد، محرم در خانم زینب عذاب شد، بزن سسلی حسینین کربل آسی یولی باغلی خالب دشمن الینده،
ده زوارم یک صداسه بگین کرد بلا میران حسین از بانم قلطانم دل رشانت رو اینکه بید تجیر این دوستان من یه کار خیلی قشنگی کردن که من حیفم اومد نگم، به نام نظر آب. تلفن رو برمیدارید 99-98 رو میگیرید، یه چند تا آیه از سوره نور رو میشنوید بدون این که هزینه پرداخت کنید. به نیت شما و به نیابت از شما آب نظری میرسه دست بچه هایی که در مناطق محروم هم. هر کسی دوست داره تو این تر شرکت بکنه، ایشالله یه روزی بیاد تو این کشور هیچ گرفتاری نباشه. همین ساعت همین لحظه الان باید حرم بودم، اگه دنیا به کامم بود الان شاید حرم بودم. حسین جانم 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 حسین جانم. تو بهت من سر کویت هزارها داری، ولی بدان که غلامت فقط تو را دارد. یا ابا عبدالله احوال شما آقا بر هر چیزی الان اولاست، ولی پرسیدید من یه چند باری چند تا از مقتله ها رو خوندم، یعنی به دکلمه خوندم، از جمله اون مجموعه کتیبه که بخشی از تاریخ عاشورا رو از تاریخ بلعمی که ترجمه تاریخ طبری است. میدونید طبری یه فاصله مثلا در زمان معاصر امام هادیه، بلاز زمان 8 سال زودتر از این سال 224 متولد شده، 8 سال زودتر از امام حسن عسکری متولد شده. این فاصله نقل رو میخوام بگم ها. وقایع پس از عاشورا هم خوندنش یه جاهایش برام بسیار دشوار بود، به این سبب که کلام رو مثل یه مورخ داره بیان میکنه. این حالی که شما داری که مورخ توی نوشته یا خودش که نمیاره، او گزارش مستند داره میده فقط. برای اینکه مورخ که احوال شما رو که نداره، که مورخ داره گزارشی رو که با این فاصله اندک عرض کرده، انگار مثلا پدر بزرگش از پدر بزرگش نقل کرده، او هم از ابی مخنف نقل کرده. و وقایع پس از عاشورا هم دست کمی نداره، بعضی تا کلمات درشناکی کلمه شما رو اذیت میکنه. داره از مجلس فتح عبیدالله میگه، داره از مجلس فتح یزید میگه لعنهم الله. شما نگاه میکنید میبینید اینقدر اتفاق رو انگار داره به زبان و گزارش ساده نقل میکنه، آتیش به جگر شما میندازه. اشاره کرده که اصحاب پیامبر بعضشون زنده بودند، اونایی که زنده بودند در مجلس نگهشون داشته بود. شما تصور کنید چی به سر اونها میمد و چجور اهل بیت میدیدند این صحنه ها رو. پس عبیدالله ابن زیاد لعنه الله امر کرد تا آن روز مجلس بساختند و فرش های نیکو بگستریدند و کرسی های سیمین بنهادند و 1000 مرد در پیش او سماوتین بزدند و مشایخ کوفه و یاران پیغامبر را علیه السلام آنچه مانده بودند و آنجا بودند بخواند و بر راست و بر چپ خیش نشاند. پس عمر ابن سعد را بار داد با آن سپاه که با وی بودند. عمر اندر آمد و سر حسین بر نیزه کرده پیش او همی بردند. عبیدالله امر کرد تا تشتی زرین بیاوردند و سر حسین در آنجا نهاد در پیش او.
و علی ابن الحسین را پیش آوردند و به دو زانو بنشاندند و ام کلثوم و زنان دیگر زینب را و فاطمه را و خواهران حسین را همه بنشاندند و خلق همه زبر سر ایشان بایستادند و قضیب داشت به دست خیزران سر و بن به زرندر گرفته و ملوک بنی امیه را رسم چنان بود که به مجلس خلوت قضیبی به دست گرفتندی و همی گردانیدندی. پس عبیدالله ابن زیاد لعنه الله آن قضیب بر دندان حسین همی زد، مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نام او زید ابن ارقم، آنجا بود. گفت این قضیب از لبانش دور دار، که به خدا که من دیدم که پیغامبر علیه السلام لبان بدان لبان برنهاده بود و بوسه همی بداد. پس بگریست با آواز بلند و مردمان بیشتری بگریستند. عبیدالله ابن زیاد لعنه الله گفت این چه گریستن است و بیادبی که تو در مجلس سلطان آوردی؟ اگر نه آنستی که پیری و خرفت شده ای بفرمودمی تا سرت برداشتندی. پس حاجبی بیامد و او را دست گرفت و از آن مجلس بیرون کرد. اینجا ادامه گفتگوی بین حضرت زینب با عبیدالله ابن زیاد. یه صحنه هم اینجاست که آقا نمیشه خوند، خدا شاهده شاید 3 بار 4 بار من اون موقع خوندن تا فقط بتونم همین الان هم جلوی دوربین های شما تلاشم اینه که فقط بتونم عرضه بدارم متن. میگه که پرسیده که گفت این جوان کیست؟ امام سجاد رو دیده. عمر سعد گفت پسر حسین است. این البته عذر میخوام، این مجلس عبیدالله ابن زیاد همچنان. عبیدالله گفتا یا غلام چه نامی؟ غلام البته به نوجوان میگفتن. گفت علی. عبیدالله عمر ابن سعد را گفت نه به نام اندر گفته بودی که علی پسر حسین را کشتیم؟ عمر سعد گفت حسین را 2 پسر بود، علی نام آن یکی حرب کرد و کشته شد و این حرب نکرد. عبیدالله گفت ای غلامان برادرت که خدا او را بکشت او مهتر بود یا تو؟ گفتن برادر که شما او را بکشتید از من مهتر بود. عبیدالله گفت الله قتله. علی گفت الله یتوفی الانفس حین موتها. سوره زمر آیه 42 رو خوندن. عبیدالله گفت این را نیز بکشید که من نخواهم که از فاطمه نسل ماند نرینه. صاحب شرط فراز آمد و دست علی گرفت که بیرون برد. زینب برخاست و علی را به کنار اندر گرفت و گفت هی سیر نشدی از ریختن خون آل محمد؟ این را بکشی تا این پردگیان محمد بی قیم مانند و بی محرم. اگر وی را خواهی کشتن نخست ما را کش. تو مجلس یزید یه اشاره داره به که خود صاحب کتاب میگه از یزید بی شرمتر نبود، اما اینجا پس مردی از شامیان برخاست و دست فاطمه بنت حسین بگرفت و گفت آقای من از این بردگان این مرا بخش. و فاطمه خورد بود. زینب گفت لا ولا کرامه لک ولا بهازا. یزید را گفت نه او تواند بخشیدن و نه تو توانی برده کردن. لا حول ولا قوه. یزید را خشم آمد. پس یزید ایشان را 10 روز باز داشت به خانه زنان، آنگه به مدینه باز فرستاد. چرا عرض کردم آقای پویانفر؟ میفهمم سختی و دشواری رو میفهمم. یه وقت ما از این منظر نگاه میکنیم میگیم این فجایع از سر ما، حبمون، محبتمون به اهل بیت، این فجایع، این سختی ها و این مشقت ها رو آثاری که تونسته باقی بگذاره برای وجدان تاریخ اسلام ممکنه توجه نکنیم. خیال کنیم اینا فقط مال ماست، انگار این آزردگی، این زخمی شدن انگار فقط مال ماست. نیست چنین. این صحنه رو که دو عرصه زیبایی زیباترین روح ها که همه چیزشون رو فدا کنن و زشتی و پلیدی که از در واقع بهیمه پایین تر باشه، هر دو صحنه در یک جا جلوه تونستن پیدا کنن. بعضی اهل ذوق میگن اونجایی که خداوند میخواست انسان رو بیافرینه فرشته ها یه مهاجه ای کردن که میخوای کسی رو بیافرینی که قتل میکنه، فساد میکنه، ما هستیم نحنو نصبه و بهندک و نقدس و لک. گفت
انی اعلم و مالا تعلم و چیزی میدونم که شما نمیدونید. بعضی ها میگن اهل ظرافت میگن در عاشورا پرده رو کنار زد، این بود آنچه میدیدم که کسی همه چیزش رو فدا بکنه، همه اون چه شما دیدید بود، این یک طرف صحنه، اما این هم بود که شما چیزی از انسان و گوهر انسان ببینید که برای همیشه انسانیت یه چراغ همیشه طالع باشه. عنقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینوا همه در ره بهانه بود، جایی که خورده بود می آنجا نهاد سر. سر همان جانه که باده خورده، دردی کشی که مست شراب شبانه بود، در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشن در خزانه بود. کوری نگاه کن که شکستن کوفیان آینه ای که مظهر حسن یگانه بود. صلی الله علیه و آله. استاد چند بیتی هم حسن ختام از شما. حسن ختام که با حضرت ایشون باید باشه، چرخ آخر رو پهلوان ها میزنند، ما در رکابشون واقعا شمشیر چوبی میزنیم، چون یلیس در این عرصه الحمدلله رب العالمین. چند بیت یه غزل رو خدمتون تقدیم میکنم. چه رود است این که از آن سوی صدهای زمان جاری است، چه رود است این که از آن سوی صدهای زمان جاری است، خروشان موج در موج از کران تا بیکران جاری است. که میداند چه خواهد رست از این باران خونالود، که گویی از گلوی پاره هفت آسمان جاری است. زبانم لال گویی بر گلوی بوسه زد خنجر، که عطر بوسه پیغمبر از رگهای آن جاری است. هجوم باد پاییز و شکفتن در بهار زخم، هجوم باد پاییز و شکفتن در بهار زخم، گل این باغ را ذوق بهاری در خزان جاری است. سحرگاهان به صحن باغ‌های هم جوار عشق، به هم پیوسته عطر خون گل‌های جوان جاری است. شهیدا بانگ حلم ناصرت موجی است آتشناک، که چون خون در عروق آفرینش بی امان جاری است. السلام. ممنونم بزرگواریتون. آقا این یادگاری تربت حضرت سید الشهدا است، تبرک از این برنامه. من شرمنده شما، لطف کردید استاد. چشت ساعت ها خدمتتون باشیم و خدا انشاءالله به دعای شما آتش ما رو عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. متشکرم آقا جونم، دست شما درد نکنه. متشکرم از شما. دیگه ما با ارزش تر از این چیزی سراغ نداشتیم. ممنونم حاج سلیم، برای ما دعا کنید این شب ها. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا عافیت سلامتی به شما دوستانتون حق محمد آر محمد برشون در خانه مادر و نظر زهرات را همه جا خدمت کنید، هم خودتون هم دوستانتون توجه میفرمون. من یه مرتبه یه بعض موقع خدای ناکرده خدای ناکرده بند خدا میگم با یه بعض موقع ممچنه یه حرفی بذارم چه اردم به حضور تو مثلا همچنین خوشی نباشه، اما مرضی خاطر حضرات نباشه، اما اونقدر دلم میسوزه توجه فرمودید به این جوان ها. میدونم چون خیلی موفقن، همه شون موفقن، وقتی که وارد میشن همه چی رو فراموش میکنم، فقط اینکه ما بریم بشینیم و یه چند لحظه ای صفا کنیم و خدا شما رو دیگه تاج سر من بیشتر بهتون بدن. تاج سر من شما الحمدلله راه ارتباطت الحمدلله با اینا هموار برقراره. این فقط جوابش حازم فضل ربیه واقعا،
دعا کنید عاقبت بخیر شیم. اجازه خدا نگهدارشون. یا علی یا علی.